ماریا آرژانتینا با وجود آن که پا ندارد به همراه دختر خردسالش از منطقه مرزی ریو گراندا که در جنوب غربی تگزاس موقعیت دارد عبور کرده تا خود را به مقامات آمریکایی تسلیم کند. ماریا به گارد مرزی می گوید که با دختر 2 ساله و 1 برادرش از آنجا عبور کرده است. او و بسیاری از مهاجران دیگر توسط نیروهای بخش گمرکات و حفاظت سرحدات یا CBP توقیف شدند. گیلبرتو لوپز و الکساندر ناوا از جمله مهاجرینی هستند که از ونزوئلا به اینجا آمدند. سفر کردن از طریق جنگل، عبور از یک کشور به کشور دیگر واقعا سخت بود. ما به اینجا رسیدیم با این امید که به ما اجازه ورود داده شود. ما در مدت 1 ماه دزدی، ربوده شدن، اختطاف و مشکلات زیادی را تجربه کرده ایم. مهاجرین از لباس ها و کمپل هایشان استفاده می کردند تا از روی سیم های خاردار عبور کنند. سیم های خارداری که توسط گارد ملی ایالت تگزاس برای جلوگیری از ورود مهاجرین نصب شده است. جیسن اوونز رئیس گشت مرزی تگزاس می گوید مامورانشان به طور فعال برای مدیریت هجوم این مهاجرین تلاش می کنند. تعداد این مهاجرین به 1000 یا 2000 نفر می رسد که بسیاری از آنها زنان و کودکان هستند. مامورین گارد مرزی تگزاس گاهی اوقات برای کمک به مهاجرین سیمهای خارداری را می برند تا آنها را از مرز عبور دهند، اقدامی که مورد انتقاد والی تگزاس قرار گرفته است. اما جیسن اونز رئیس گشت مرزی ایالات متحده از این اقدام دفاع کرد و گفت ما در وضعیتی با آنها کمک میکنیم که نیاز شدید به کمک میداشته باشند و نمیگذاریم تا بمیرند. رولاندو سالیناس شاروال شهر ایگل پاس از دولت فدرال برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین خواستار کمک شد و مدعی شد که در حال حاضر حدود 12,000 مهاجر در 1 هفته به این شهر 28,000 نفری هجوم آوردند. بنابراین دولت بایدن هفته گذشته در این خصوص عمل کرد و از اختصاص بیش از 12 میلیون دلار به جوامع مهاجرپذیر خبر داد. این حالت یک وضعیت وخیم را نشان می‌دهد که چالش‌های زیادی را در پیش رو دارد. مقررات دولت بایدن در ماه می در بخش مهاجرت مهاجرین تازه وارد را ملزم می‌کند تا ثابت سازند که قبل از ورود به ایالات متحده با دفاتر مهاجرت به صورت آنلاین قرار ملاقات داشتند یا اینکه در کشور دیگری درخواست پناهندگی دادند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.